نامجو یا همون میدون گرگان هستم. اینه که کل خیابون رو بریم پایین ببینیم چه خبر خیابون گرگان یا نامجو جدید. ببینم که خود میدونه و ساختارش و این سمت هم که سیف و اونم که سینمای کوچه فکر میکنم قدیمی ترینه اینجا طرفی یک کنم متروکه باشه نمیدونم شاید هم کار کنم فعلا که سینما ها تعطیله ولی فکر میکنم اینجا رده خارج شد خیلی قدیم. بریم خود خیابون گرگا اونجا ببینیم حالا هوای این روزا چطوره. میدونید که اینجا جزء محله خیلی قدیمیه تهران محسوب میشه، بافت متراکمی داره، بیشتر یه جوری بازاراش همین خیابون اصلیشه، همه چی توش پیدا میشه. بانک حالا ترشی، الکتریکی، پوشاک، همه جور اجناس اینجا هست. میشه گفت بچه هایی که اینجا بزرگ شدن همه بچه های گرمی هن، صمیمی هن، حتی همه جای ایران اینجوری ها، ولی خب یه بافت خاص خوش دارم. بولای زهر دوستان تو کامنت ها خواسته بودن حتما این خیابون بیام فیلم تهیه کنم. خوشحالم که نظر میذارید برام. اگه جایی هست که پیشنهاد بدید، دلتون تنگ شده یا دوست دارید ببینید، حتما تو کامنت ها بگید، تو اولویت حتما قرار میدم. خب ببینیم دیگه چه جوریه. همونطور که میبینید اینجا اونه که محل بشناسن اینجا خیابون برزگرانه، این سمت هم که موازی خیابون گرگانه سلمان فارسیه. همونطور که میبینید اینجا یه بازار روز داره، فروشگاه هایپر مارکتی داره، یه فضای خیلی مکس زیبایی هم این جلو هست. واقعا کار خوب درستی انجام داده، این فضا درست شده اینجا، حس حال خوبی میده به این محله. نه بازار روز اینجاست. به سلمان فارسی فیلمش به صورت مجزا براتون قرار میده. خب سعی میکنم اون دست خیابونو به صورت مجزا براتون بگیرم. حالا این سمت رو میریم و فکوش میکنم میده همین الان اطمال پروتئینی حس و حال یه محله قدیمی باشم که اینجا احساس کنم. محله کامل، حالا هوای بازاری خوبی به آدم میده. الان تقریبا میشه که وسط هفته است، تایم ظهرم هست. فکر میکنم همه نو صنف اینجا پیدا میشه، میوه فروشی هم میوه فروشی از پوشا، لوانم بهداشتی، لوانم خونه، هر چیزی که شما فکرشو بکنید. حتی طلا فروشی. چه بود دود جوجه میاد.
دست خیابون رو ببینید، واقعا خیابون سرسبزیه. واقعا سرسبزی میشه تو این خیابون، خدمت رو میشه تو این خیابون احساس کرد. روز اوقات 4-5 تا دنبه انداخته بود و همه رو به هوس رو میسه. قدم زدن یه جوره حس حال خوب میده. حالا نمیدونم، شاید خیلی تو این دبیرستان درس خونده بشن. این قدمتش هم خیلی قدیمیه، سال 43. نه اشتباه نگم، اگه اشتباه نکنم اسمش زیغنی. سمتم که میدونید مستقیم میره خیابون مدنی، اول سلمان فارسی بعدش مدنی، همبارا میخوره چهارا نظام آباد و نظام آباد و دو به محلیه قدیمی محصول میشه. فروشیه اینجا هم که دکوریه، لازم دکوریه کانوا و اینجا شیزا لازم خونگی. خیلی از مغازه ها الان بسته است به خاطر اینکه میشه گفت سر ظهره، برای همین نیستم. اصلا به اینجور مغازه دیگه میگن پلاسکو. بحبه سبزی تازه. یه کار خوبی که شهر داریم جان انجام داده این گذاشتن این موزاییک مخصوص افراد نابیناست که حالا مسیرشون خوب راحت پیدا کنن. واقعا این کار جای خیلی قدردانی داره.
امیدوارم این حس و حالی که اینجا به آدم میده رو شما احساس کنید. بافت قدیمیش هنوزم حفظ شده. بعضی از این خونه ها قدمت های 60 ساله 70 ساله دارن. این کاملا میتونید احساس کنید. پوشاک و اینجور چیزا قرار داره. حتی این بافته قدیمی تیر چای شوقی باید اینجا ها چندوز هست نشوندن از قدمت اینجا دارد. ترشی، فلفل، بیگون، همه چی هست یا مثلا حل ترشیه. ببین بعد اینجا من بافتش تغییر کردم. مثلا این آپارتمان هایی که این کنار ساخته شده چند نماشون متوجه میشید که جدید تره. اونایی که سنگ مرمره خب تقریبا میشه گفت سنگ مرمر مال 30-35 سال پیش زیاد تو نما به کار میرفت. اونایی که گرانیت مشکیه مال 20-25 سال پیشه. میدونید اینجوری میشه تقریبا تشخیص داد بافت مال چه زمانیه. یه چیز جالب برای من اینجا این وجود این دمنوش و قهوه و اینجور چیزا خیلی زیاد شده. تو این خیابون من دو سه تا دیدم. احتمالا شباش زیاد میان قهوه میخورن. جالب بود برا. Yeah.
میبینید که چه بافت قدیمی داره. امیدوارم دوستانی که اهل این محل یا اطراف هستن براشون بعضی خاطرات زنده شده باشه. چی پیدا میشه همه چی؟ دارم از خیابون گرگان یا نامجو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.